به همراه لبخند از ما. تلفن تماس 818 679 5411. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر دار باش. من به عمرم هرگز این همه چشم ندیدم ابری، این همه سفره ندیدم خالی، این همه سقف ندیدم کوتاه، این همه دختر مستور ندیدم اوریان. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما امیران عزیز ارجمندم. آقای امیر شورتی برنامه رو هدایت میکنن. در ایران در مجلس اعلام شد که دوباره 9 میلیارد دلار گم شده و معلوم نیست این پول کجاست. 9 میلیارد دلار امیانا نه. و اما در ایالات متحده آمریکا مؤسسه نظرسنجی افکارسنجی ایپسو یا ایپسوس به قول آمریکایی ها که مقرش هم در فرانسه است، رفته به سراغ مردم این کشور ببینه نظرات آقای ترامپ تا چقدر روی افکار عمومی اثرگذار بوده. ترامپ متهم میکنه پاره از رسانه های کلان در این مملکت رو به ایجاد اختلاف، ایجاد شکاف و دامن زدن به عدم اعتماد. از اونها به عنوان دشمن مردم یاد میکنه. جالبه از هر 4 نفر آمریکایی یک نفر به این باور رسیده که باید در چنین مؤسساتی رو بست، در چنین مؤسساتی رو بست. 43% از جمهوری خواهم همین نظر رو دارن. جالبه از بین حتی دموکرات ها 11% بر این باورن که رسانه ها با ترامپ روش منصفانه ای نداشتن، ردیفشون عادلانه نبوده. و بالاخره از هر 3 آمریکایی الان 1 نفر شبیه ترامپ فکر میکنه، یعنی معتقد این رسانه ها اطلاعات غلط میدن، اکاذیب رو نشر میدن، باعث اختلاف میشن و شکاف ایجاد میکنن. یعنی در واقع نگاه آمریکایی شده شبیه نگاه مردم ایران نسبت به جامعه روشنفکری. 40 سال از جامعه روشنفکری قهرن، 40 سال از جامعه روشنفکری قهرن. اما به مدد شماری از چهره‌های برجسته ما این اون اعتماد دیرین داره دوباره احیا میشه، داره دوباره برمیگرده. و ما واقعا مدیون شخصیت‌هایی هستیم که در این راه فعال بودن و بیشترین تلاش رو کردن که این اندوخته های خودشون در اختیار مردم ایران و آزادی این ملت قرار بدن. خب اینا به نظرم خیلی گزارش مهمی است در ایالات متحده آمریکا. اما سختگیری ترامپ نسبت به ترکیه هم باعث تحسین بسیاری از کسانی است که در قلمرو حقوق بشر فعالن. میدونید که به دستور دولت اردوغان یک کشیش آمریکایی در ترکیه دستگیر شد. دولت ایالات متحده آمریکا با تمام قوا وارد میدان شده برای آزاد کردن یک کشیش. آزاد کردن یک کشیش. امروز ترامپ نقره داغ کرد آقای اردوغان رو با یک توییت، باعث شد که ارزش لیر دوباره کاهش پیدا بکنه. الان شما برای خرید 1 دلار باید 6.5 لیر پرداخت بکنید. تا همین چند مدت پیش 3 لیر کافی بود، بعد شد 4 لیر، شد 5 لیر، امروز شد 6.5 لیر. و این شوک هولناکی بود به بازار مالی ترکیه همینانم. اما کار دیگری هم که انجام داد آقای ترامپ، دو برابر کرد
تعرفه گمرکی بر واردات آلومینیوم و فولاد از ترکیه. پس کاش دولت‌های قبلی هم این همه حساسیت نشون میدن نسبت به نقض حقوق بشر و کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران. روزی نبود که شخصیت عمده باهم رو دستگیر نکنن، روزی نبود که سیر اعدام نکنن و متاسفانه امثال آقای جان کری و کسانی که دیپلماسی این کشور رو هدایت میکردن در اروپا شخصیتای مثل خانم موگرینی که تازه از جناح چپ افراطی هم آمده بودن، وقتی به قدرت رسیدن شدن پشتیبانان بیقید و شرط نیروهای استبدادی در دنیا. نمیدونم چرا چپ افراطی وقتی به قدرت میرسه این گونه تغییر آرمان میده، کاملا روش دیگری رو اتخاذ میکنه. خب همینانم این میدونی چیه؟ آرم ماشین دزدی. یک ماشینی که سرقت میشه به آگاهی بقیه هم میرسونن، شماره اتومبیل رو هم در اختیار به اصطلاح کاربران قرار میدن. امروز جمعه است. با آقای دایی عزیز هستیم. آقای دایی در برنامه امروز یک گزارش دارن، گزارش برای نخستین بار از این برنامه پخش میشه. حتما گزارش آقای گزارش مستند آقای دایی رو تماشا کنید. کاری که دایی انجام میده جالبه که از مأخذش خود منابع حکومتی در ایران هستن. اغلب اسنادی که به دست میاره و در این به اصطلاح گزارش های تصویری عرضه میده مأخوذ از به اصطلاح اسناد و مدارک خود حکومت یا گفته های مقامات رژیم جمهوری اسلامی است. سارا خانم ایرانی عزیزم امروز با ما. سارا خانم نگاهی کرده به اندیشکده ها. گزارش سارا خانم رو هم گوش کنید، گزارش خیلی خیلی مهمی است. آقای دایی درود بر شما. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون، خیلی خوبم. آقای دایی سلمونی بودید تا رفتید اصلاح. بله. تابستان دیگه. امروز یک گزارش داریم که البته گزارش رو بعداً می‌بینید. فقط یه توضیح اگر بدید ممنون میشم. بعدم بپردازیم به تحریم ها، دامنه تحریم ها هنوز هیچی نشده، هنوز ما به ماه نوامبر نرسیدیم. خب اتفاقات خیلی هولانگیزی در ایران رخ داده و نگرانی های مردم رو به افزایش. بفرمایید سراپا گوشی. عرض کنم که در مورد تحریم ها تلاش میکنم هفته دیگه حتما یه گزارش منظمتر جدی ببینیم در این رابطه، چون آنچه که مهمه تحریم نفته که از ماه نوامبر آمریکا وعده داده که فشار خواهد آورد به شرکای ایران که خرید نفت رو متوقف بکنن، البته با برخی معافیت ها. این بسیار مهمه چون الان که ما داریم صحبت میکنیم یک سری تحریم ها داره اجرا میشه. بانک های مهم با ایران معامله نمی کنند، سرمایه گذاران به ایران نمیرن، کمپانی هایی که به ایران رفتن خیلیشون دارن بیرون میان. اروپا گفته ما یه تضمین هایی میدیم، ولی تضمین هایی که میده برای کمپانی هایی که خودشون میخوان علارغم تهدید آمریکا در ایران بمونن و کمپانی های بزرگ نیستن، سرمایه گذاران بزرگ نیستن. اینا چیزایی که همین الان از الان تا نوامبر اجرا خواهد شد. آن چی که هست که خیلی مهمه تحریم نفتی که حالا هفته دیگه در گزارش خواهیم دید که خلاصش به اعتقاد من اینه که در زمانی که تحریم های کمرشکن زمان آقای اوباما بود 2010 تا 2013 که آرام آرام در 2015 که برجام هستی امضا شد دیگه تم برداشته شد، یعنی از 2000 تا ادامه داشت، در 2012-2013 به اوجش رسید و بعدش آرام آرام کاسته شد. در همون زمان هم جمهوری اسلامی نزدیک 1,000,000 بشکه نفت رو قاچاق میفروخت از طرقهای مختلف ولی با قیمت خیلی پایین. الان بین 2,200,000 تا 2,500,000 بشکه در روز صادرات داره. پیش بینی میشه کارشناسا، من نظر کارشناسا رو میگم و سعی میکنم که هفته بعد جمع بندی بکنم، کارشناسا بر این باورن که حدود نصف خواهد شد. حالا 1,000,000 بشکه، 1,200,000 بشکه، یعنی با معافیت هایی که آقای ترامپ خواهد داد به برخی از کمپانی ها و شرکت ها، با تقلباتی که جمهوری اسلامی میکنه به همسایگان خواهد فروخت به خصوص ترکیه و غیره، حدود 1,000,000، یعنی یک کاهش بسیار مهمی در درآمدهای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد. این در مورد تحریم ها. در مورد گزارش امروز برمیگرده به همین شرایط کنونی که داریم که بالاخره جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه. جمهوری اسلامی در مقابل تهدیداتی که متوجهش هست
یعنی جنبش مردمی که در اینجا سرکوبش میکنن، از جای دیگری بیرون میزنه، ادامه داره، داره گسترده تر میشه و رادیکال تر میشه، چه خواهد کرد؟ با ورشکستگی اقتصادی چه خواهد کرد؟ یکی از مشکلات که اینو بارها صحبت کردیم، یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره، حالا سوای مسئله فساد گسترده، سیستم اقتصادی کاملا مافیایی، بی برنامه‌ای، عدم توجه به منابع ملی و و و و و همه اینا سر جای خودش، این سیاست خارجی رادیکالشه. یعنی از لبنان تا یمن در آفریقا و نمیدونم آمریکای لاتین صدور تروریسم، رادیکالیسم، ایجاد گروه‌های مسلح، این یکی از دلایل اصلی تخاصم بین جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و با آمریکاست، باعث تحریماست. یعنی یکی از ریشه هاش اینه. بنابراین اگه جمهوری اسلامی میخواد حل بکنه مشکلاتش با جهان، تحریما رو برای همیشه برداره، باید در این زمینه کوتاه بیاد. در این گزارش میبینیم که نه، در هفته‌های اخیر رجزخوانی هایی که میکنن، تهدیدایی که میکنن، موشکی که به نفتکش‌های عربستان زدن، موشکی که پرتاب کردن به امارات، به خود داخل عربستان، و این کارهایی که دارن میکنن و تهدیدهایی که میکنن، لااقل در کوتاه مدت دست بردار نیستن. یعنی ریشه دعوا و تخاصم، اون چیزی که باعث تحریم ها، سر جای خوشه. یعنی یک بار دیگه ببینیم که این جمهوری اسلامی واقعا، آخرش هم این سوال رو من میکنم که بارها این سوال رو آقای میبادی عزیز با هم کردیم، سوالی بود که یادم سالها پیش یه خبرنگار آمریکایی از من پرسید، وقتی راجع به آمریکای لاتین صحبت میکردیم که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار داره در اونجا خرج میکنه، از من پرسید خب اگه جمهوری اسلامی این پولایی که داره اینجوری خرج میکنه صرف اقتصاد مملکت کرده بود، صرف مردم کرده بود، بهبود اوضاع کرده بود که ثبات بیشتری پیدا میکرد، چرا این کارا رو میکنه؟ این نگاه که بکنیم توی این گزارش میبینیم چرا باید جمهوری اسلامی در یمن اینقدر سرمایه گذاری بکنه که تنگه باب المندب رو تهدید بکنه؟ این چرا مشکل کجاست؟ این حکومت چرا مثل آدم نمیتونه رفتار بکنه؟ این گزارش خواستم یک بازنگری بشه به تهدیدهای اخیر روحانی و قاسم سلیمانی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که یکی از مبناهای دعوای جمهوری اسلامی با جهانه، که باعث تحریم ها میشه، که چوبش رو ملت ایران از دو طریق میخورن. یکی پولای ملت رو برمیدارن خرج لبنان و یمن و اینجاها میکنن به جای که خرج مردم بکنن، یکی دوم این سیاست ها باعث تحریم های بیشتر میشه، باز هم چوبش رو مردم ایران میخورن. بنابراین خواستم یک نگاهی مجدد از زبان خود مسئولین به این سیاست خارجی ضد ملی بکنیم، که فکر کنم در این شرایط که مردم ورشکستن ببینن ریشه دعوا کجاست. خب بذارید که فیلم رو هم تماشا کنیم. نخست وزیر عراق هم تاکید کرد که در تحریم ایران سلیم خواهد بود، با اینکه مخالف تحریم جمهوری اسلامی است ولی رعایت میکنه موازین تحریم ایالات متحده آمریکا در عراق. خیلی خبر ناگواری برای جمهوری اسلامی است. گزارش مستند آقای دایی رو با هم نگاه میکنیم. در آغاز ماه جولای حسن روحانی و جواد ظریف به سوئیس و اتریش رفتند و با مقامات این دو کشور دیدار و گفتگو کردند. این سفر بخشی از تلاش‌های رژیم ایران برای تشویق اروپا به حفظ برجام هسته‌ای و عدم پیروی از آمریکا در اجرای تحریم‌های جدیدی است که به گفته مقامات آمریکا از ماه نوامبر اعمال می‌شوند. دولت آمریکا از همه کشورها و شرکت‌های طرف معامله با ایران خواسته است تا خرید نفت از ایران را متوقف کنند، در حالی که حسن روحانی در این سفر تلاش می‌کرد تا تصویری صلح طلبانه از رژیم معرفی کند، اما در سخنرانی خود در دیدار با جمعی از ایرانیان چهره دیگری از رژیم را به نمایش گذاشت و تهدید کرد که در صورت اعمال تحریم‌های جدید و قطع صدور نفت از ایران، رژیم دست به مقابله خواهد زد. یکی از اونا گفته بود ما میخواییم نذاریم اصلا ایران نفت صادر کنه. تو حالا قاعدتا اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه، این حرف میزنه نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که
نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه، نفت منطقه صادر بشه؟ معنیش اگه بفهمه، معنیش روشنه چی میگه. قاعدتا نمیفهمه این حرفی که میزنه، میگه من نمیذارم ایران یک قطره نفت صادر کنه. خیلی خوب، اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید چی هست. در پاسخ به اظهارات روحانی، رئیس جمهور آمریکا در یک توییت بسیار تند خطاب به وی نوشت: دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن، در غیر این صورت پیامدهایی را خواهید دید که کمتر کسی در طول تاریخ دیده است. پس از آن قاسم سلیمانی به صحنه آمد و ترامپ را متقابلا تهدید کرد. در جواب فرمایشات رئیس جمهور ما مطالبی را سخیف در توییت خود بیان کرد. این شأن رئیس جمهور کشور بزرگ اسلامی ایران نیست به او جواب بده. من جواب میدم به عنوان سرباز این ملت. تو ما را تهدید میکنی به این که اقدامی انجام میدهی که در دنیا سابقه ندارد. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم. میدانید قدرت ما را در منطقه، میدانید توان ما را. رجزخوانی های روحانی و سلیمانی و تهدیدهای تند و تیز مقامات رژیم ایران از یک طرف به منظور قدرت نمایی و روحیه دادن به نیروهای خودی در داخل ایران و در منطقه است و از طرف دیگر پیام‌های مشخصی نیز برای طرف‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه دارد و ماهیت سیاست‌های منطقه‌ای رژیم را به نمایش می‌گذارد. رجزخانی روحانی سلیمانی دو تهدید مشخص داشت: یکی بستن تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب و دیگر تهدید به عملیات تروریستی. نخست به تهدید تروریستی نگاه کنیم. شما برای ما خط نشون میکشید؟ ایران رو میخواهد، نیروهای مسلح ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ خواهش میکنم، بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمیکنی ما در کنار شما هستیم. با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد. شما کی هستید که ما از شما بترسیم؟ شما که پهنید تو این منطقه همه جا، لااقلم نرفتید جای دور، دور و بر ما پهنید. قبل سلیمانی و روحانی، فرمانده سپاه نیز در سخنرانی ماه نوامبر در مقبره خمینی مدعی شد که هسته های مقاومت مسلحانه بسیج در منطقه و در سراسر جهان تشکیل شده است. و اما امروز باید اعلام کنیم که به شکرانه الهی فرمان دیگری از حضرت امام را هم در واقع نه این که ما محقق کنیم، محقق شده است به همت شماها و مجاهدین و مبارزین ایرانی و غیر ایرانی در منطقه، و اون تشکیل بسیج جهانی اسلام است. امام فرمودند باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. این هسته های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه تشکیل شده و نتیجه اون را مردم منطقه دیدن. در بسیاری از کشورهای دیگه جهان هم حلقه های کوچکتر این مقاومت تشکیل شده و انشاءالله در آینده های نزدیک به صورت پی در پی شاهد نقش آفرینی این بسیج جهانی انشاءالله خواهیم بود. قابل توجه آن که تهدیدات روحانی و سلیمانی تنها چند روز پس از آن بود که توطئه تروریستی از طرف رژیم ایران
برای بمبگذاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس کشف شده و یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی نیز در همین رابطه در آلمان دستگیر شده بود. گذشته از تهدیدات تروریستی رژیم، روحانی در سخنرانی خود در سوئیس و در اظهارات بعدی تهدید کرد که ایران تنگه هرمز و تنگه‌های دیگر را قطع خواهد کرد. همه اینجا نفت بفروشن، ما بیستیم تماشا کنیم. آبراه را در طول تاریخ ما تامین کردیم، یادتون باشه. مسیر کشتیرانی نفت رو در تاریخ ما امنیتش برگزار کردیم و برقرار کردیم، یادتون نره. بعدم ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادهشه شما دیدید، خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست، شما یکیش خبر دارید. منظور روحانی از تنگه های دیگر گذرگاه آبی بسیار مهم بابل‌مندب در ورودی دریای سرخ است. در همین چارچوب همزمان با تهدیدهای روحانی سلیمانی، نیروهای یمنی وابسته به سپاه قدس با پرتاب موشک به کشتی‌های نفتی عربستان در دریای سرخ به تهدیدهای رژیم مبنی بر کنترل بابل‌مندب و دریای سرخ جدیت بیشتری بخشیدند. رژیم ایران از سالها قبل با صرف میلیاردها دلار و با دخالت نظامی در یمن و چند کشور آفریقایی تلاش کرده است تا توان نظامی برای کنترل دریای سرخ و گذرگاه بابل‌مندب را به دست آورد. رژیم از این مسیر برای ارسال محموله‌های اسلحه به نوار غزه در فلسطین نیز استفاده می‌کند. یکی از اقدامات رژیم برای تسلط به دریای سرخ جلب همکاری کشور سودان بود و توانست با بذل و بخشش به عمرالبشیر دیکتاتور و قصاب سودان نظر مثبت وی برای حضور نظامی ایران در این کشور را به دست آورد. عمرالبشیر به دلیل قتل عام مردم دارفور از طرف دیوان عالی کیفری وابسته به سازمان ملل به جرم نسل کشی به عنوان جنایتکار شناخته شده است. رژیم حتی کارخانه اسلحه سازی نیز در سودان تأسیس کرده بود تا اینکه در اکتبر 2012 اسرائیل با حمله هوایی به کارخانه مهم اسلحه و موشک سازی رژیم در یارموک آن را ویران کرد. دو سال پیش عمرالبشیر روابط سودان با رژیم ایران را پایان داد و متحد عربستان شد. یکی دیگر از اقدامات رژیم برای تسلط بر گذرگاه بابل‌مندب و دریای سرخ جلب همکاری کشور کوچک جیبوتی بود که به دلیل موقعیت جغرافیاییش در سر گذرگاه بسیار اهمیت دارد. ضمناً جیبوتی در غرب یمن و عربستان است و رژیم می توانست از این منطقه برای صدور اسلحه و موشک به شورشیان حوثی در یمن استفاده کند. رژیم با پرداخت ده‌ها میلیون دلار رشوه به مقامات این کشور و همچنین بذل و بخشش‌های دیگر مثل ساخت پارلمان جیبوتی و یک مرکز تجاری در این کشور، جیبوتی را متحد خودش کرده بود و اجازه استفاده از بنادر این کشور را دریافت کرده بود. رئیس مجلس در اولین برنامه سفرش به جیبوتی در ناوگروه رزمی پشتیبانی نیروی دریایی ایران مستقر در بندر جیبوتی حضور یافت. لاریجانی گفت حضور ناوگان نظامی ایران در این منطقه حامل پیام مهم اقتدار و حمایت جمهوری اسلامی از ملت‌ها در برابر تروریسم است. جیبوتی نیز در سالهای اخیر متحد عربستان شد و پایگاه‌های رژیم در این کشور را تعطیل کرد. پس از آن که دست رژیم از سودان و جیبوتی کوتاه شد، تلاش‌های خود برای نفوذ نظامی در یمن به منظور کنترل گذرگاه بابل‌مندب را شدت بخشید و حمایت گسترده نظامی، مالی و سیاسی از نیروهای حوثی در این کشور را به طور بی‌سابقه افزایش داد. برای درک استراتژی رژیم به منظور کنترل گذرگاه بابل‌مندب و دریای سرخ و ارعاب و باجگیری از کشورهای منطقه به این ویدئوی کوتاه سخنرانی علی اکبر رائفی پور از نظریه پردازان وابسته به سپاه پاسداران گوش کنیم. این ویدئو توسط شبکه‌های مجازی سپاه پاسداران پخش شده است. 70-80 درصد نفت کل دنیا دست شیعه است. یعنی در مناطق شیعه نشین. عربستان که اینم ادعای داشتن نفتش میشه تو مناطق شرقیشه که همه شیعه نشینه. یک منطقه هم در جنوب داره که شیعیان چهار امامیان. ایران شیعه، عراق هم چیه؟ شیعه. این تنگه هرمز، این نفت عربستان اینجا.
اینم نفت ایران اینجا، اینم نفت عراق، میخواد صادر بشه، همه میاد از این لبه رد بشه. ایران فقط کافیه تنگه هرمز رو ببنده. تمام. اینا اومدن از اینجا قرار بود نفتشون اینجا صادر میکردن، چون همینجا دم دست یه خط لوله آمریکایی‌ها براشون کشیدن وسط عربستان. گاز و نفت آوردن از زیر مکه رسوندن به دریای سرخ. یعنی تو اینجا رام ببندی، اینا از این طریق میتونن نفتشون چیکار کنن؟ صادر کنن. اینا یه خط لوله هم کشیدن از طریق امارات، یکم از سمت عمان. که تو تنگه هرمز هم بستی چیه؟ یکی هم نصف نیمه پوچ. خدا گفت حالا نوبت برگ منه، نوبت منه. خدا یهو یه چی رو کرد کپ کرد آمریکا. باز دوباره یه دست عجیب غریبی اینا رو برده یه جای خاصی چیده. آقا تو یمن که اصلا من و شما شیعه های یمنی رو حساب نمی کردیم. نقشش چه شکلیه؟ این مناطقی که شرقشه، این شرق خودمون، بیابونه، استانهای حضرموت و اینا، هیچ کف دست، یه تخم مرغ بزنیم برات یک کیلومتری دیده میشه. این طرف کوهستانیه. شیعیان دقیقاً کجا؟ تو همین منطقه. این تنگه که اینجا هست اسمش باب المندبه، از تنگه هرمز از نظر من 4 تا 5 برابر مهمتره. چرا؟ چون این کلاً دو تا دنیا رو به هم میچسبه، شرق و غرب، و این به هم متصله. باب المندب 48% نفت دنیا اینجا میشه، 48% نفت کل دنیا. این که این لوله است دریای سرخ، میبینید بالاش کانال سوئز، پایینش باب المندب. یه لوله رو چه یه سرشو ببندی چه دو تا سرشو ببندی، دیگه آب ازش رد. در حقیقت استراتژی منطقه‌ای رژیم در 14 دهه گذشته، دخالت نظامی و تروریستی در دیگر کشورها و ایجاد و تقویت گروه‌های واپسگرای مسلح شیعی در سراسر خاورمیانه به منظور ارعاب و بازگیری از کشورهای منطقه بوده است که مهمترین آنها از نظر جمهوری اسلامی کشور اسرائیل است. به رجزخانی‌های حسین سلامی، معاون فرمانده کل سپاه، در مورد گستردگی نیروهای نظامی وابسته به سپاه قدس در منطقه و تهدید علیه اسرائیل نگاه کنیم. این درگیری ها در سوریه و عراق و این بسیج جهانی اسلام، میدونید سطح بازدارندگی همه کشورهای همپیمان و متحد در جبهه مقاومت اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی رو در حد انهدام کامل این رژیم در هر جنگ جدیدی بالا برد. شما الان نگاه کنید، حزب اللهی که از این جنگ با تکفیری ها، جنگ های شهری و بیابانی و کوهستانی خارج میشه با اون همه تجربه و اون همه اندوخته و اون همه شجاعت و با موشک های چند برابر سال موشک های سال 2006 جنگ 33 روزه و با یک اعتماد به نفس قدرتمند و با ده ها و شاید مثلا صدها هزار نیروی مسلح قدرتمندی که در سوریه شکل گرفته. رژیم ایران طی 4 دهه گذشته به جای دوستی با کشورهای همسایه و منطقه و کمک به بهبود اقتصاد کشور، با راه انداری جنگ صلیبی تلاش کرده است تا آمریکا و اسرائیل را دشمنان مردم ایران معرفی کند و با صرف ده ها میلیارد دلار از سرمایه های کشور، دخالت نظامی در کشورهای منطقه، گسترش تروریسم، گروگانگیری و بازگیری را به طور بیوقفه دنبال کرده است. سیاستی که جنگ و خونریزی در سراسر منطقه را گسترش داده و کشورهای دیگر را به مقابله با رژیم ایران واداشته است و تحریم‌های ویران کننده علیه ایران را نیز تشدید کرده است. سیاست‌های تروریستی و جنگ طلبانه رژیم ایران به رشد مافیای نظامی و اقتصادی سپاه پاسداران در داخل کشور و گسترش دستگاه سرکوب کمک کرده و اقتصاد ایران را نیز ویران و ورشکسته کرده است. تشکر از آقای حسن دایی بابت گزارش مستند. همیهنانم نمیدونم، ما با مشتی آدم متوهم مالی خولیایی بیمار روانی طرفیم که هیچ کاری جز تخریب و ماجراجویی ازشون بر نمیاد. آقای دایی تشکر میکنم. خواهش میکنم. اگه جزوی از بازار سمرقند بور کنیم و برگردیم گفتگون با آقای دایی پی میگیریم، همینطور منظری رو به شما اختصاص میدیم و در منزل بعدی با سارا خانم ایرانی هم خواهیم بود. گزارش سارا خانم رو حتما گوش کنید. هم بیانم هم
هموطنان عزیز، ما با امکانات وسیعی که داریم می توانیم مبلمان استیل و مدرن شما را که در سالهای گذشته از ما یا هر جای دیگر خریداری کرده اید با تعویض روی مبلمان و تغییر رنگهای جدید با زیباترین پارچه های طرح اروپا مورد پسند و دلخواه شما بهتر از روز اول به شما تحویل دهیم. ضمناً جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مبلمان ایتالیایی، جدیدترین و مجللترین مبلمان استیل و مدرن و سرویس خوابهای ساخت ایتالیا را با قیمتهای باور نکردنی برای شما گلچین نموده. رضایت خاطر شما باعث خوشنودی ماست. تلفن 310-274-74-74 310-274-74-74. گشایش دفتر وکالت نادیا فرح را در جنوب کالیفرنیا به آگاهی می‌رساند. نادیا فرح، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، فدرال و دیوان عالی، کارشناس رسمی و متخصص ویژه امور مهاجرت، اقامت دائم، تابعیت، پناهندگی و عقص انواع ویزا با 25 سال سابقه درخشان کار حقوقی. نادیا فرح مدافع شما در دادگاه‌های مهاجرت برای جلوگیری از اخراج از آمریکا و تمامی دعاوی حقوقی اداره مهاجرت در دیوان عالی می باشد و برای پناهندگی و عقص اقامت قانونی برای افرادی که از طرف شخص یا اشخاص مورد ظلم قرار گرفته و یا نوجوانانی که در آمریکا بی سرپرست ماندند. قبول مشاوره حقوقی به صورت تلفنی یا حضوری فقط با تعیین وقت قبلی با تلفن 818-584-1946. با امید پرواز کنید. امید تراول، نماینده هواپیمایی الال، تنها پرواز بدون توقف، فوق امنیتی و سرو غذاهای گلت کاشر شما را به اسرائیل دعوت می کند. امید تراول در ولی و بیورلی هیلز. تلفن های 1-800-536-66-66 و 310-477-20-31. با امید پرواز کنید. امید تراول با تورهای هفتگی اروپا لحظات سالگرد ازدواج شما را خاطرانگیز می‌سازد. The time is now. Cruise into savings at Bakersfield Mitsubishi all month long. Get a new Mitsubishi Eclipse Cross for just $179 per month or a pre-owned vehicle starting under $9,999 and no payments for 90 days. What are you waiting for? I needed a car. I didn't know who to call. I was getting turned down everywhere because of my credit. I started to give up. I never thought I could get a loan, but they got me approved. Get a new Eclipse Cross for just $179 per month and no payments for 90 days. Even if you've had past credit problems, we've got you covered. Plus, every new Mitsubishi comes with an industry-impressive 10-year, 100,000-mile powertrain warranty. I got a great deal on my new car. I got my car for only $179 a month. Don't wait. Come visit us today at Bakersfield Mitsubishi. Call 800-306-0898. That's 800-306-0898. Or go to bakersfieldmitsubishi.com. Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Util در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictilus.com. داشتن خانه زیبا رویای نوجوانی همه ماست و تحقق این رویا فقط با خواستن و مشورت با راهنمای آگاه و دلسوز. فرشته عزیزی همراه با تیم مجرب و آزموده در کولدوب بانکر با آگاهی کامل از بازار ریال استیت، با تجربه خرید و فروش صدها ملک شخصی و تجاری، رویایتان را به واقعیت پیوند می‌دهد. خواستن از شما کلید خانه‌تان به همراه لبخند از ما. تلفن تماس 818-679-5411.
عرض ادب مجدد خدمت همیانان عزیز ارجمند با آقای حسن دایی عزیز هستیم، پژوهشگر سیاسی. تا لحظاتی با سارا خانم هم خواهیم بود، اما در ایران مردم از هر فرصتی استفاده میکنن برای نشان دادن خشم و عصبانیت خودشون از دست رژیم جمهوری اسلامی که هیچ برنامه‌ای و هیچ اراده‌ای برای حل بحران‌های موجود نداره. تنها وسیله‌ای که به نظرش میرسه باید از اون استفاده کرد برای اینکه مردم رو خاموش کرد، سرکوبه. فقط از وسیله سرکوب استفاده میکنه. دیروز آقای کلانتری از اعضای کابینه آقای حسن روحانی اعلام کرد که در تا 50 سال دیگه اصلا آب در ایران تمام میشه، تمام منابع آب خواهد خشکید. به جای اینکه راه حلی نشون بدن که خب قبل از اینکه ما این 50 سال برسیم چه برنامه هایی داریم، چه کار باید کرد، فقط آیه یز شدن، فقط خبر بد میدن. یک نفر نشد در تمام این هفته ها که مردم تو خیابون هستن از موضوع عقب افتادن حقوق و دستمزد کارگران، اعتراض های سراسری، همینطور مال باختگان بینوا که در برابر مؤسسات مالی ایستاده بودند، الان شبها و روزهاست که در برابر چادر زدن، در برابر کاسپیان، یک بیانیه در حمایت پشتیبانی از این مردم یا تعهد سپردن به اینکه ما مشکل شما رو حل میکنیم تا این لحظه منتشر نشد. چرا؟ چون اراده ای وجود نداره. فساد و تباهی عفونی تمام مملکت رو گرفته. الان در ورزشگاه تهران همینان هم مسابقه بین تیم استقلال بود، استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز. ببینید مردم از این فرصت استفاده میکنن و چی میکنن. نگاه کنید. آرامی عواده تراکتور که پرداخت سنگ رو آوردن. گزارش دیگری هم داریم، شعار مرگ بر دیکتاتور و ابراز نفرت و انزجار نسبت به حکومت. نگاه کنیم. همینان ارجمندم، اجازه بدید که برم به سراغ سارا خانم ایرانی و گزارش سارا خانم رو گوش کنیم. همه شواهدشون میده که این جنبش و این خیزش سر بازی ایستادن نداره. سر بازی ایستادن نداره. درود بر سارا خانم ایرانی عزیز، ما سراپا گوشیم. درود بر شما آقای میبودی و درود به شنوندگان و بینندگان محترمتون و با درود و سپاس خدمت مهندس شهرتی و جناب دایی. آرمان شما خسته نباشید. بفرمایید سارا خانم. آقای میبودی دو آگهی کوتاه دارم خدمتتون عرض میکنم قبل از گزارش، اگر اجازه بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. یکی اینکه فصلنامه هوور دایجست شماره تابستانش می نویسد تحت عنوان و پوشش علیه داعش در سوریه اقدام به نسل کشی شده. در واقع محور حامیان اسد با داعش مقابله نکرده، بلکه به بهانه شورشیان سنی داعشی بمب‌های بشکه‌ای و شیمیایی رو برای پاکسازی قومی سنی سوری به کار گرفتن تا اکثریت سنی سوریه رو به نفع اقلیت علوی از بین برده یا به حداقل کاهش بده. البته مطلب مفصلیه که من این تیکش رو براتون اخراج کردم. دو اینکه در 15 اوت انستیتیو هاتسون نشستی داره با حضور مایک پریجنت، علیرضا نادر،
بهنام طالبلو از بنیاد دفاع از دموکراسی و مریم معمار سجادی از گروه توانا در مورد مسائل ایران، تظاهرات، تحریم و وضعیت رژیم. و اما مطلب تحلیلی 13 صفحه انتخابی امروز ما از هریتیج فاندیشن که خلاصه شده اون به اندازه حوصله برنامه شما انتخاب امروزه. این مطلب به ختمش ایالات متحده امریکا پس از خروج از برجام میپردازه. می‌نویسد برخلاف دولت اوباما که برای رسیدن به یک توهم خیالی چارچوب ختمش سیاست امریکا را در منطقه به نفع رژیم جمهوری اسلامی رها کرد، دولت ترامپ اولین قدمش رو در شناختی بهتر و واقع بینانه تر از آنچه که در منطقه در جریانه و بازسازی سنتی سیاست امریکا در خاورمیانه برداشت. مایک پومپئو در اولین سخنرانیش در مقام وزیر خارجه در 21 ماه می در همین بنیاد و دو هفته پس از اعلام خروج امریکا از برجام هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم و سیاست‌های خصمانه و ستیزه جویای خود در منطقه رو متوقف نکنه، باید با شدیدترین تحریم‌های امریکا که در تاریخ سابقه نداشته روبرو بشه. در همین سخنرانی به طور شفاف بیان کرد توافق هسته‌ای 2015 مورد قبول این دولت نیست، اما برای مذاکره هسته‌ای و نگرانی‌های دیگر امریکا آماده مذاکره هستیم. و اهداف 12 گانه امریکا رو برشمرد که گرچه مشکل به انجام برسد، اما مطرح کردن آنها به طور رسمی به مراتب بر چشم بستن دولت اوباما بر سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی در منطقه گزیده ترند، چون در حالی که کابینه ترامپ پارامترهای مذاکرات را گسترش می‌دهد، در ضمن خطوط قرمز علیه بدرفتاری‌های رژیم در منطقه را پررنگ‌تر و گسترده‌تر می‌کند. به باور تحلیل هریتیج فاندیشن در حال حاضر توپ دیپلماسی در زمین رژیم جمهوری اسلامی است و به احتمال قوی علی خامنه‌ای پیشنهاد پومپئو را رد خواهد کرد و حاضر به مذاکره با واشنگتن نخواهد شد. معتقد است گرچه رونق صادرات اروپا و جمهوری اسلامی از 9.2 میلیارد دلار در 2015 به 25 میلیارد دلار در 2017 رسیده، اما تلاش‌های حمایت اتحادیه اروپا از رژیم تهران که صرفاً انگیزه‌های اقتصادی دارد محکوم به شکست است. در دور دوم تحریم‌های آمریکا که از 4 نوامبر کلید خواهد خورد، شرکت‌های اروپایی را وادار خواهد کرد که بین بزرگترین بازار جهان و جمهوری اسلامی یکی را برگزینند. شاه کلید استراتژی تحریم‌های آمریکا قطع صدور نفت و گاز است که بیش از 80% صادرات جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. به نقل از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه می 2.4 میلیون بشکه در روز بوده که 2.5% تولید نفت جهانه، در حالی که بزرگترین مشتری صادرات فسیلی جمهوری اسلامی چین، هند و کره جنوبی است و اتحادیه اروپا نیاز به تأمین انرژی از ایران ندارد و چپ‌های بازار مشترک اروپا عملاً دریافتند که نمی‌توانند نجات دهنده و شریک عواقب سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی باشند و بدون تردید ملایان را رها خواهند کرد. معتقد بحران اقتصادی جمهوری اسلامی فزاینده است. کاهش نجومی سطح زندگی، تورم، بیکاری، افزایش قیمت مواد غذایی، بانک‌های ورشکسته، کمبود مسکن ارزان قیمت و در مجموع نیازهای اولیه مردم چون آب و سقوط ارزش ریال و ناامنی روبه فزاینده تنها بین مارچ 2016 تا مارچ 2018 منجر به خروج بیش از 59 میلیارد دلار از ایران شد. در گزارش تحلیلی هریتیج فاندیشن آمده با شروع اعتراضات گسترده از دی ماه گذشته که در بیش از 100 شهر صورت گرفت و اعتصابات و اعتراضات کارگری در بیش از 30 استان آسیب پذیری رژیم رو اثبات کرد که رژیم نه قادر به اصلاح خود و نه قادر به برآوردن نیازهای اولیه مردم است و به همان گونه که پومپئو در سخنرانی 21 ماه می گفت، نه علی خامنه‌ای برای همیشه ماندنی است
و نه مردم حکومت مذهبی ستمگران را پیش از این متحمل خواهند شد و نتیجه میگیرد باید از آزادی خواهان و آزادی مردم ایران حمایت کرد. رژیم در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، بحران‌های اجتماعی به طور فزاینده ناکارآمد و در سراشیبی سقوط قرار گرفته. مردم به جان آمده می‌بینند رژیم میلیاردها دلار ثروت ملی را صرف حفظ بشار اسد در سوریه و ماجراجویی‌های منطقه می‌کند و به ابتدایی‌ترین نیازهای آنها وقعی نمی‌دهد. و میگوید با دور جدید تحریم ها شرایط اقتصادی نامطلوب دوچندان بدتر و شعله خشم معترضین را علیه رژیم بیشتر خواهد کرد. میگوید با وجود اینکه تمام شرایط برای سقوط رژیم مهیاست ولی دولت امریکا نمیتواند خواستار براندازی رژیم بشود و تا زمانی که امواج تظاهرات دارای رهبری و ساختار سازماندهی نداشته باشد، تظاهرات در چهارچوب خواسته های اقتصادی، حقوق زنان و تبعیض علیه اقدام و سایر مسائل سنفی باقی خواهد ماند و به یک جنبش ملی منسجم برانداز تبدیل نخواهد شد. معتقد است واشنگتن نمیتواند هماهنگ کننده تغییر رژیم باشد، اما میتواند به تغییر رژیم شتاب ببخشد و در بازتاب و تبلیغ خواسته ایرانیان کمک و همراه و از تلاش‌های آنها برای رسیدن به آزادی حمایت کند و به همان گونه که به جنبش همبستگی لهستان کمک کرد، باید از هیچ کمکی به اپوزیسیون طرفدار دموکراسی دریغ نکند و حتی اگر لازم باشد دولت امریکا باید ابزار فنی در اختیار اپوزیسیون قرار دهد تا بدور از سانسور و ردیابی سازمان‌های اطلاعاتی رژیم قادر به هماهنگی و انسجام بیشتر علیه رژیم شود. ولی در نهایت این مردم ایرانند که باید رژیم را بابت این همه فساد و تباهی، سرکوب، نقض حقوق بشر و تمام جنایاتی که مرتکب شده مسئول و پاسخگو بدانند. ضمن اینکه اگر توافق بزرگ هسته‌ای مورد نظر کابینه ترامپ که بعید به نظر می‌رسد حاصل شود، فرسایش در جبهه طرفداران و حاویان رژیم همچنان تا انفجار عمومی ادامه خواهد داشت. تشکر میکنم زارا جان، خیلی ممنون، گزارش مهمی بود. به چند نکته توجه کرده بودن همیان همین مشکلی که جامعه ایرانی هم اغلب بهش میپردازه، که بالاخره این کشتی احتیاج به ناخدا داره و مردم این جنبش و این خیزش به تشکیلات رهبری و نهادی که بتونه اونها رو هدایت بکنه، به اضافه این که برنامه کار و عمل داشته باشه، یعنی مانیفست داشته باشه. بریم سراغ آقای دایی. آقای دایی درود بر شما مجدداً. درود در خدمتتون. ممنون از سارا خانم، خیلی گزارش خوبی بود. خیلی. و به نکته‌ای هم که اشاره کرد به نظرم همون نکته‌ای است که جامعه ایرانی هم بهش توجه کرده. عمیانا نرجمندم. آقای دایی فکر می‌کنی این مشکل رو چطور میشه حل کرد؟ عرض کنم که راستش من تخصص ویژه‌ای در این زمینه، یعنی نظر خاصی من ندارم. تجربیات این سالیان ساله. خب ببینید، حکومت هایی که در ایران، حکومت های دیکتاتوری، فضا رو که آزاد نمیذارن که گروه های مخالف راحت کار کنن. که در ایران کسی که طرفدار به اصطلاح طرفدار اصلاحات حکومتی نبود که جایی در ایران نداشت، که میکشتن، زندانی میکردن، حتی در خارج هم ترور کردن. یعنی در این چند دهه گروه های اپوزیسیون مورد هجوم رسانه‌ای و مالی و تروریستی و همه جور حکومت بودن. خب این یه ضعفیه، یه ضعف بسیار مهمه. فقط هم مربوط به کشور ما نیست، در بسیاری از کشورها اینه که مردم وقتی که اعتراض دارن به حکومت، چون خیلی وقتا احزاب یا آلترناتیوهای نیستن که این نارضایتی‌ها رو به درستی در اون شرایط ویژه نمایندگی کنه. توی مصر خب مردم یه درخواستای خوبی داشتن، ولی دیدیم که اخوان المسلمین اومد زد و برد، برای اینکه نبود جنبش گروه های دموکراتیک نبوده. در مورد کشور ما گروه ها هستن، فعال شدن، الان رابطه بهتری با مردم پیدا کردن، مردم بهتر گوش میکنن. یه فضای ما یادمون نره که یک بختکی
روی فضای سیاسی ایران بود که حائلی بود، پرده‌ای بود بین مردم ایران و اپوزیسیون. و مردم یکی از این حائل‌ها همین توهمی بود که در داخل این نظام میشه کار کرد. بالاخره توجه میکردن به روحانی، به هاشمی رفسنجانی، به این، به اون، خاتمی و غیره. وقتی که این توهمات دیگه بین رفته، مردم گوش شنوای بیشتری دارن که به مخالفین گوش کنن، ببینن که با این حرفایی که توی این 30-40 سال زده میشده حرفای بی ربطی نبوده، در مورد سیاست خارجی رادیکال این حکومت، در مورد دیکتاتوری، در مورد که این در داخل این حکومت هیچ چی گیر مردم نمیاد، توهمه. الان که توهمات رفته کنار، به نظر من فضا خیلی باز شده. نباید عجله کرد، نباید منفی ها رو دید. من این مثالی که اشاره کردم، اینا ضعفایی که در خیلی جاهای دنیا هست، در کشور ما هم هست، ولی ما رو به جلو میریم. ما این جنبش، من فکر میکنم در مقایسه با کشور منطقه، هم مردم ما هم گروه های اپوزیسیون خیلی جلوتره. ما خیلی موانع رو پشت سر گذاشتیم، خیلی تضادها رو دیدیم، روشنن مردم، روشنن. من خیلی امیدوارم، نباید زیاد نگران بود، و این مسئله به مرور شکل بهتری پیدا خواهد کرد در ماهای آینده و من تردیدی ندارم. همینانم نگاه کنید به این ورزشگاه، همین امروز، همین ساعتی پیش، چیزی حدود 70,000 نفر در ورزشگاه حضور دارند. 70,000 تن فریاد مرگ بر دیکتاتور سر میدن. این یعنی یه جامعه، اینا نماندگان یه جامعه 80 میلیون نفره هستن. از این اصلا برنامه در اختیار شماست. خواهش میکنم پرسش از آقای دایی، دایید بهشون مطرح کنید درباره موضوع رهبری، موضوع به اصطلاح مانیفستی که نهاد رهبری باید داشته باشه و روی میز قرار بده. اینا میتونیم با هم صحبت بکنیم، گفتگو کنیم. من تصور میکنم باید تبدیل به گفتمان بشه. یا تو ما شهرمیانانم، ما حق نداریم در رو به روی هیچ گروه دسته‌ای ببندیم. در باید باز باشه. هر شهروند ایرانی باید حق داشته باشه راجع به مملکتش اظهار نظر بکنه، در کنار دیگرون بیسته. ما لازم نیست با هم اتحاد بکنیم، ولی لازم با هم ائتلاف بکنیم. لازم با هم ائتلاف بکنیم، کاری که در همه ممالک پیشرفته دنیا انجام میشه. گروه های مختلف با هم ائتلاف میکنن، دولت تشکیل میدن، اکثریت میشن، گاهی اکثریت بزرگ میشن، حتی دو تا حزب غالب با هم یکی میشن برای اینکه کارها رو بهتر پیش ببرن. ما باید این کارها رو یاد بگیریم در عمل، به جای نق زدن، به جای اینکه به هم دیگه دائما انتقاد بکنیم، از هم خردگیری کنیم و تصور بکنیم تمام حقوق دنیا تو جیب ماست، ما فقط حق داریم ایران رو دوست داریم، بقیه حق ندارن. دوستی نسبت به ایران حق ماست، ما عاشق ایرانی، بقیه نیستن. حرفی که ما میزنیم حرف حقه، بقیه حرف باطل میزنن. مملکت اگه دنبال آزادی و دموکراسی هستیم، صندوق رأیه. همه باید بریم پای صندوق رأی منتظر باشیم، ببینیم که مردم چه نظری دارن، نظر غالب اونها چیست. این شماره تلفن ماست، بر صفحه تلویزیون میتونید با ما تماس بگیرید. درود بر شما، بفرمایید. سلام شما، درود بر شما، بفرمایید. سلام، روز شما بخیر. قربان اون صدای تلویزیون تو کم کنید، بفرمایید. من صدا رو قطع کردم. من یکی از پیشنهاد دارم اینه که برای حفظ وحدت در شرایط فعلی مهم هست که بین دو نیروی سلطنت طلب و جمهوری خواه شعاری که مطرح بشه شعار حکومت ملی، که در آینده مجلس مؤسسان بتونه این موضوع رو حل کنه. شعار حکومت ملی بیشتر مطرح بشه که در آینده مشخص بشه. سال نکته دیگه که دارم این که از آقای خامنه‌ای تقاضا کنه که اگر ایشون نرمش قهرمانی میکنه، خب چه بهتر که در مقابل ملت ایران یه نرمش قهرمانی بکنه و بپذیره که خب مردم حکومت رو نمیخوان. اگه یادتون باشه، همطور که در نظر دارید، شاه ایران گفت که من
صدا انقلاب شنیدم. خب آقای خامنه ای مسلمان کر نیست، باید بدونی که سه راه در ایران بیشتر وجود ندارد. من این سه راه را خلاصه میکنم صورت و خواهدی. یکی این که این حکومت با حمله خارجی تموم بشه که خیلی بد، نوع بدیه. نوع دومش انقلاب داخلی که هم میتونه مسالمت‌آمیز باشه هم میتونه قهرآمیز باشه. مسالمت‌آمیز بیاد به نفع هم مردم هم به نفع رژیم. شکل سوش هم که گفتم آقای خامنه‌ایه که عطا جامعه زر که ایشون دیگه باید این دفعه شیرجه برن توی یک استخر زر، یه جامعه زر کافی نیست. تشکر میکنم، ممنون. آجایی بفرم. نظری ندارم. نظری ندارم. بسیار عالی. درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلام قربان، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. قربون، عرض ادب خدمت شما و مهمان محترمتون. من دو کلمه خیلی خلاصه دارم. اینه که چطور ملت ایران 24 میلیون گول این آقای روحانی رو خوردن که آمد اسمشو عوض کرد، گذاشت روحانی، یه لباس تنش کرد و اسمش رو از قشنگترین اسم که فریدونه در آورد گذاشت روحانی، که جزو روحانیت بشه و به مردم کلک بزنه. آخه ملت ایران شما نگاه کنید، این از اول چه آدم شیادی بوده و اگر شما پی ببرین دیگه نمیدین رأی بدین به این اون. دوم مطلب این که این آقایی که ممنوع تصویر بوده حالا اومده میگه آقا این کارو بکنین اون کارو بکنین. ما که در دوران شما دیدیم بزرگترین جنایت ها انجام شد. سومین و آخرین مطلب من اینه که جنایتکاران و گروه های جنایتکار آخرین مرحله را که میبینن که جونشون در خطر نباشه خودشونو میندازن به زندان، مثل آلکاپون. اینه که این آقای احمدی نژاد و همکارش با پای خودشون میرن به زندان و میدونن که در زندان امتر از بیرون هست. تشکر میکنم، ممنونم. سوالی نبود که بعد اظهار نظر فرمودید، شما ممنونیم. نظرتون رو گفتید. آیدی دمشه آقای صادق زیبا کلام میگه من هر جا میرم میگه مردم منو کتک نمیخوان بزنن، من میخوان سنگسار بکنن. میگن مرتی که چرا به ما توصیه کردید بریم به روحانی رأی بدیم، در حالی که بر پایه همه گزارش هایی که آمده در دوره روحانی در این مدت کوتاه ایرانی ها سه برابر فقیرتر شدن. بفرمایید آقای دایی. عرض کنم که این نکته اولی که هموطن گفتم و همین مطلبی که شما فرمودید خیلی مهمه. واقعش یکی از بخش‌های مهم تاریخ 40 سال است. اینکه مردم کشورها چطور فریب می‌خورن، فریب گروه پوپولیستی در همه آمریکا در غرب هست، در یه عبادش هم در کشور ما بوده، در کشور ما در اوج اختناق بوده، مردم هیچ راهی در مقابلشون دیگه باز نبوده، باز هم اومدن خب گول خوردن، در اون واقعا بی اختیاری گول خوردن. البته من 24 میلیون رو قبول ندارم. ما از کجا میدونیم این ارقامی که جمهوری اسلامی مرکز دروغ و خیانته؟ چطور بیام آماری که اینها میگن رو باور بکنیم؟ 20 میلیون به اون رأی دادن، 24 میلیون. خب 24 میلیون کمه. در آمریکا که 350 میلیون نفر هستن رئیس جمهورش 50 52 میلیون رأی میاره. مثلا در ایران یه دفعه میگن طرف 25 میلیون 30 میلیون رأی آورد. اصلا مگه میشه هم چیزی؟ بخشش که دروغه، ولی اون بخشش هم که رفتن رأی دادن حالا گفتن این از اون بهتره، بین بد و بدتر انتخاب کنیم، برخی امید بستن. بالاخره شاهکار این حکومت بوده که تونسته از دوم خرداد 1376 تا سالیان سال نزدیک به 20 سال مردم ایران رو و جهان رو فریب بده. یه بخشی بود که خیلی درش سهم داشتن. من یادمه خاتمی وقتی رئیس جمهور شد تو همین خارج کشور شخصیتایی که اسم نمیبرم گول خاتمی تو همین خارج خوردن، ازش دفاع کردن، امید بهش بستن. ایرانی و آمریکایی ها، اروپایی ها، همه خیلی ها گول خوردن که از داخل این حکومت چیز در بیاد. یه بخشی بود که خوشبختانه حبابش ترکید، تمام شد. این یه بخته که ما دست کم میگیریم، ما دست کم میگیریم. باور کنید این حباب اگه نترکیده بود این جنبش تو خیابونا نبودن مردم. این حباب ترکید، خیلی مهمه. من فکر می‌کنم که تظاهرات امروز در استادیوم شاید یکی از بزرگترین ها باشه
70,000 نفر با هم فریاد مرگ بر دیکتاتور سر میدادن، اعلام نفرت و انزجار میکردن نسبت به وضع موجود. اینم میتونه که از اسناد تاریخ ما باشه. تازه اینا بچه های هستن که به فوتبال علاقه ورزش علاقه مندن، ولی سیاست دیگه همه رو فرا گرفته. همه میدونن باید بالاخره از این جهنم 40 ساله برون رفت. درود بر شما، بفرمایید. من سلام از سدن جناب آقای میبودی عزیز. قربان شما، درود بر شما، بفرمایید. آقای میبودی، مجددا می‌خواستم از تلاش بیشاورتون برای آگاهی و کمک به این مردم درمانده مظلوم و نجیب تشکر بکنم. سریع سر باشه روزی برسه که تقدیر شایسته از شما بشه. قربان شما، تشکر. با عرض ارادت خاص خدمت جناب آقای تشن داری. قربان. من می‌خواستم فقط یه نظر کوچیک بکنم اگه اجازه بفرمایید. بفرمایید، بفرمایید. آقای ترامپ، من برش اعتراض دارم، من مخالف شما از اولم بودم. تلویزیون شما خیلی زنگ زدم که بچه مردم ترغیب بکنم که رای ندن. اما یه چیزی رو میخواستم بگم، امیدوارم که اسرائیلیت به چیزی نباشه. آقای ترامپ بسیار آدم باهوشیه و از جنس خود این آخوندهست، یه ذره جنس اینا رو خوب میشناسه و به نظر من با فشار اقتصادی که به زودی اقتصاد ایران ویران خواهد کرد، ایشون به صورت بسیار هوشمندانه زمینه رو برای فروریزی اینا به توسط مردم به جان آمده فراهم میکنه. از وقتی که به من دادیم خیلی متشکرم. تشکر میکنم. آیده جوابی داری؟ سخنی داری؟ نه خیلی مطلبی ندارم. خب از بازار عبور میکنیم، برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. باز هم با شما خواهیم بود. میتونید روی تلفن ها بمونید. شما در ایران ملک و یا دارایی دارید؟ آیا با ایران روابط تجاری دارید؟ آیا قوانین مربوط به تحریم‌های اقتصادی را رعایت می‌کنید؟ تخصص ما در دفتر حقوقی یزدانیار در رابطه با امور اوفک و بانکداری است. با بیش از 7 سال سابقه موفق در یاری رساندن به افراد و شرکت‌ها برای تطبیق قوانین دولت آمریکا که دائما در حال تغییر است. ما می‌توانیم شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. با سلام، من مجید جهانبین، مؤسس شرکت پارادایز نرسری. خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گلهای ایرانی سال هاست که با افتخار در خدمت شما هستم. پارادایز لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جهانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محوطه سازی به مانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گل‌ها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایز لندسکپینگ میباشد. آدرس 10943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. یک انتخاب صحیح مناسب با سلیقه شما. کابینت آشپزخانه و حمام در ایتالیان و کابینه رنستون آمیخته ای از صنعت و هنر است. 25,000 اسکوئر فیت کارگاه از مدرن تا کلاسیک، همراه با 42 سال تجربه روبیک شاه مرادیان در طراحی، ساخت، برش سنگ مرمر و گرانیت و نصب. تنوع رنگ‌های چوب و طرح‌های ما اعجاب انگیز است. ایتالیانو کابینه رنستون در 3104 ونوون استریت در شهر بربنگ. تلفن 818-808-7717. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. هموطنان عزیز مقیم سراسر امریکای شمالی، این
ادعا نیست، حقیقت است. امتحان کنی. ارزان‌ترین نرخ تلفن تماس با تهران 5.9 سنت، شهرستان‌ها 7 سنت. بله، درست شنیدید. کیفیت عالی صدا، سرویس درجه 1، حتی با تلفن‌های دستی. اگر دوست ندارید پول اضافه بدهید، که حتما هم همینطور است، تلفن 1-800-818-2500 در اختیار شماست. آیا از این ارزان‌تر هم می‌شود؟ بنیاد نوروز. هزاران نفر از هممیهنان ما که در آرزوی تنفس در فضای آزاد نیاخاک گرامی را ترک گفتند، در اردوگاه‌های پناهندگی در شرایطی رقتبار که سزاوار ایران و ایرانی نیست روزگار را سپری می‌کنند. آغوش پرمهر خود را به روی آوارگان به ویژه کودکان معصوم بگشاییم و بگوییم سینه ایرانی ز خوبی ها تهی نیست. بنیاد نوروز شما نیکوکاران را در تحقق این هدف بشر دوستانه یاری می دهد. تلفن تماس در آمریکا 704-544-7800. سوپرویژن معرف خدمات بینایی و زیبایی شما با تازه های اینک. در رابطه با سنجش بینایی متخصصین سوپرویژن و بیول هیلز اپتومتری با پیشرفته ترین دستگاه های کامپیوتری در خدمت شما خواهند بود. با مراجعه به سوپرویژن زیبایی و بینایی خود را حفظ نمایید. سوپرویژن بزرگترین کلکسیون عینک های طبی و آفتابی در 210 سالت رابرتسون بولوارد در بیول هیلز. تلفن 310-623-48-48. سوپرویژن با پارکینگ رایگان. بررسی اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران و جهان با آنجلو طالبی، روزهای جمعه ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس از تلویزیون پارس. هما احسان تقدیم می کند. الفم و مال آبم، صدای آمیارم، بالای خط می شینم، از بالا همه رو می بینم. بله، الف مال آبه. من به بابا جونم، من به پرنده هستم، 3 نقطه زیر دستم. تو رو میخوام تمومه، 2 نقطه ام میمونه. روش تازه خواندن و نوشتن فارسی در چند ساعت توسط 1 DVD، 1 CD و کتاب. تلفن هر گونه اطلاعات 951-654-1235. ایمان در پیشگاه تاریخ، برنامه از ناصر شاهین‌پر، هر یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر. برنامه رو پی میگیریم امیران ارجمند. به نظر اشپیگل همین دقایق پیش مقاله تازه ای رو در صفحه نخست خودش جا داد. سیاستی که ترامپ در مورد ایران داره به کار میبنده اروپا رو تهدید خواهد کرد، یعنی یک تهدید جدی علیه اروپا. نگاه اینا اینه که در صورت گسترش تحریم ها، با توجه به اینکه الان مردم در خیابون ها هستن، ناآرامی همه جا رو گرفته، نمیشه شبیه انقلاب قبلی نیست که تظاهرات در شهرهای بزرگ باشه، ویژه در تهران، نه دیگه، حتی در شهرهای کوچک هم مردم در خیابون ها هستن و ممکنه بعد از ماجرای سیلاب پناهجویی از سمت سوریه به اروپا، این بار هم یعنی این گونه دارن میترسونن مردم اروپا رو که ممکنه سیلاب پناهجویی از آن سو، از ناحیه ایران، راهی اروپا بشه. در حالی که همه ما میدونیم واقعا این گونه نیست و مردم ایران مطمئنن در صورت رفتن جمهوری اسلامی خودشون قادرن میهن خودشون رو هدایت و اداره بکنن. با آقای دایی عزیز هستیم. من میاننم بیریم روی خطوط تلفن خط شماره 2. درود بر شما، فرمایید. درود بر شما جناب مهمودی، با بنده هستید. بله قربان، بفرمایید.
پیشنهادی دارم آقای ویبودی برای شما آقای حسن دایی که ببینم آیا شما نظر موافق دارید یا نه. بانو سارا ایرانی که همیشه اخبار دست اولی رو در مورد ایران میدم، فکر میکنم شاید برای یک دقیقه فقط در مورد این که چه در امریکا داره میگذره و قانون چقدر اینجا حکم فرماست که مردم در ایران ببینن که چگونه بعضی از کشورهای دیگه با قانون و احترام به قانون چه از پرزیدنت گرفته تا غیره باید مراعاتش رو بکنن. امروز تو خبر بود که حتما نمیدونم شما یا آقای دایی هم شنیدن، یکی از همین بچه های پناهنده ها رو که فرستاده بودن به ال سالوادور، پیش از چون امروز قرار بوده که این دختر بچه توی دادگاه باشه و بدون اینکه اون جاج نظریه ای داده بوده این کار کردن، مجبور کردن اون هواپیما برگرده، هواپیما رو با بچه مجبور کردن برگرده از ال سالوادور تا بره تو اون دادگاه. خواستم یک دقیقه اگر بانو سارا ایرانی در مورد این مسائل هم گزارشی برای همیهنان بدن بد نباشه. تشکر میکنم، ممنونم، سپاسگزارم. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما و جناب دایی. بفرمایید. دو تا سوال دارم. اول اینکه تا چه تظاهرات به صورت پراکنده و بدون رهبری و سازماندهی انجام میشه؟ کی میتونه بیاد اینو سرپرستی کنه و منسجم بشه؟ دو اینکه من خواهشن ازتون روزی که آقای دایی هستن شما خانم سارا خانم هم بیایید. آخه ما ایشون که نصف برنامه گزارش بود، بعدش هم سارا خانم، با خود ایشون ما کم هستیم، کم وقت داریم، 5 دقیقه دیگه هستش اگه اختصاص بدید به سارا خانم ممنون میشم. سپاسگزارم. تشکر میکنم. فکر کنم آقای دایی هم خیلی خوشحال از اینکه سارا خانم هست و تشویق میکنه برنامه رو، اینکه فرصتی پیش میاد که بعد از شنیدن گزارش اندیشکده ها و رسانه های عمده ی آمریکا راجبش بحث و گفتگو کنیم. نیست آقای دایی؟ بله حتما. در مورد تظاهرات اگه مطلب شما تموم شده من بفهم. بله بفهم. داریم گوش میکنیم. عرض کنم که اما یه نکته یادم نره، فردا همونطور که هفته پیشم گفتم جمعی از هموطنان بدون هیچ گرایش گروهی و دستگی ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در سان دیگو ساعت 2 فردا بعد از ظهر در خیابان برادوی روبروی هارتون پلازا بین 3 و 4 خیابان 3 و 4 تظاهراتی بدون عکس گروهی و دستگی برای دفاع از مردم ایران، برای دفاع از حقوق بشر. اگه هموطنانی که در اون منطقه هستن و شرکت بکنن خیلی خوبه. در مورد اون بخش دومش مسئله ساده اینی پاسخ بدین که چطور میشه این تظاهراتی که خیلی صنفیه الان تبدیل شده عمومی تر شده، نارضایتی عمومیه، رأس نظام رو، رأس رژیم رو هدف قرار میده، مرگ بر دیکتاتور، معلوم به کیه دیگه، رأس نظام، مردم خواهان برکناری این حکومت هستن. چطور میشه اینها رو به هم پیوند داد، تداوم بهش بخشید، کمکشون کرد از خارج؟ یه بحثی فکر میکنم که باید در یه فرصتی که بیشتر فرصت هست آقای میبودی عزیز بهش پاسخ بده. اون چیه آقای دایی؟ دیگه تقریبا ناآرامی ها در همه جا جریان داره. حالا میخواد استادیوم ورزشی باشه، میخواد مدارس باشه، دانشگاه ها باشه، کارخانه ها باشه، به نظرم خیلی حائز اهمیت، خیابون ها، کف خیابون ها، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک، اینم خیلی مهمه. یعنی برای اولین باری من تصور میکنم نام پاره‌ای از شهرها برای نخستین بار در فهرست به اصطلاح مناطق قیامگر ثبت میشه. و یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده این پریروز، پس پریروز، تظاهرات خانم ها بود در نجف آباد، یعنی یک شهر که مردمش اغلب متدینه، زادگاه آیت الله منتصری است. اینا به نظرم اینا فنومن، اینا پدیده است. آیا دایی نیست؟ 100%. دیدم دیروز پریروز توی یه نشریه‌ای دارن به نام خط حزب الله، مال خود سپاه و بسیجه، نوشته بودش که مطلب خیلی جالب بود که حتما دیدید شما، نوشته بود که عده‌ای از فعالین فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور نگران آینده نظام هم. ببینید کار به کجا رسیده که به خامنه ای نامه نوشتن و خلاصه اظهار نگرانی کردن. خامنه هم در پاسخ گفته که نه، خیالتون راحت بشو، هیچی نمیشه، دشمنان اسلامی غلطی نمیتونم کنید. این حرف همین که تو خود نشریه سپاه بیاد بنویسه که طرفداران نظام در خارج کشور
نگران سقوط نظامن. دیدم توی خطبای امام جمعه های لبنان یه مثلا 7-8-10 تا مسجد هست اونچه که وابسته به حزب الله، خطیبان امام جمعه شما تفتر جمهوری اسلامی تمامشون به طور واحد سخنرانیشون در همین مورد بود که این بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی داره ازش پیروز میاد بیرون، یعنی پول ما قرض نمیشه و جمهوری اسلامی سقوط نمیکنه. ببینید تا کجاها رسیده که حتی جیره خانان جمهوری اسلامی هم در سراسر دنیا نگرانی خودشون علنی دارن ابراز میکنن. چیه واقعیت در صحنه است؟ مردم تو خیابونا، مردم به فقر و فلاکت دچار شدن، هیچ راه حلی هم در این نظام نیست. اینو تمام کارشناسا میگن که این حکومت هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی مردم نداره. نه و در پاسخ به برخی از تحلیلگران اروپایی عرض کنم که در صورت رفتن جمهوری اسلامی میلیون ها ایرانی قرار از کشورهای دیگه به مملکتشون برگردن. اینجا که سوریه نیست که، اینجا ایران سوریه نیست، یعنی میخوام برگردم به مملکتشون، به مملکتشون خدمت بکنم. این ایجاد رعب و ترس توسط برخی تحلیلگران، آقای دایی به نظرم پشتش مقاصد اقتصادی و نهفته است و بالاخره ریشه داره در فرمایشات پاره از کمپانی ها و شرکت هایی که در ایران منافع دارن، در ایران منافعی داشتن، منافع دارن از دست میدن. سپاسگزار از دایی عزیز بابت حضورش. از سلام خانم ایرانی از شما هم تشکر میکنیم که در نهایت نزاکت نظراتون رو با ما در میان گذاشتید. جزیرم انتظاری نمیرم. آقای امیر شورتی تشکر میکنم. تا دیداری اگه لازم باشه قطع قبل از جمعه خواهش میکنم از آقای دایی که حتما ما رو همراهی بکنن در برنامه های مختلف. آقای دایی ممنونم از تو. لطف محبت داری. ممنونم. نشسته روی بیلبو تو خستگی بازجو از کتک و تو گوشی تو شرم آگهی کلیه فروشی تو چشمای پر از یقین سیدلی مرگ تو ببین تو این صدای پرتنین سیدلی مرگ تو ببین تو چشمای پر از یقین سیدلی مرگ تو ببین تو این صدای پرتنین سیدلی مرگ تو ببین تو مشت اون که کوبید با خشم روی دیوار تو استراب حرف ممنوع روی دیوار تو لرزش یه خونه با سقف سرخ کارتون تو خشم سرخ کارگر از هنجره مگافون تو چشمای پر از یقین سیدلی مرگ تو ببین تو این صدای پرتنی سیدلی مرگ تو ببین تو دستای اونی که عکس تو میکشه زی تو قلب عاشقی که تن نمیده بزنگی تو خشم دختری که با شحنه در میفته اون که زیر شکنجه هیچی بهت نگفته چشمای پر از یقین سیدلی مرگ تو ببین
تو این صدای پرتنی زینلی مرگ تو ببین، اونجا که هم کلاسی تو زنگ دینی خوابه، تو دق و دل رو عکسی که اول کتابه، تو حرف معترضه که روی اسکناسه، تو اسمی که واسه تو تجسم حراسه، تو چشمای پر از یقین زینلی مرگ تو ببین، تو این صدای پرتنی زینلی مرگ تو ببین، تو چشمای پر از یقین زینلی مرگ تو ببین، تو این صدای پرتنی زینلی مرگ تو ببین. امید پرواز کنید. امید تراول نماینده هواپیمایی الال تنها پرواز بدون توقف، فوق امنیتی و سرو غذاهای گلت کاشر شما را به اسرائیل دعوت می کند. امید تراول در ولی و بیورلی هیلز. تلفن های 1-800-536-66-66 و 310-477-20-31. با امید پرواز کنید. امید تراول با تورهای هفتگی اروپا لحظات سالگرد ازدواج شما را خاطر انگیز می سازد. کیو مارکت، نامی برتر، مرکز فروش بهترین مواد غذایی و نامی شناخته شده در ارائه بهترین ها. کیو مارکت عرضه کننده انواع میوه های هر فصل با بهترین و برترین کیفیت. در کیو مارکت شما می توانید انواع شیرینی های مورد نظر خود، گاز و سوهان و شکلات و آب نبات های گوناگون را تهیه فرمایید. مجموعی از بهترین آجیل و خشک با گوشت و مرغ حلال با بهترین کیفیت، مژده این که نانوایی کیو مارکت هر روز تازه ترین نان داغ از تنور درآمده را در اختیار شما می گذارد. تمام راه ها فقط به کیو مارکت ختم می گردد. برای داشتن بدن سالم از ورزش های روزانه، رژیم های سخت و خوردن داروهای شیمیایی خسته شدین؟ دوست دارین بدن سالم بدون چربی و بدون دردهای موضعی داشته باشین؟ دستگاه فیزیوتراپ درمانی و زیبایی پاور تاپ. این دستگاه برای درمان دردهای مفصلی و روماتیسمی، همچنین رهایی از خستگی های روزانه کاربرد بسزایی داره. دستگاه پاور تاپ با استفاده از امواج آلفا چربی های اضافی بدن شما را خورد و از بین میبرد. از دیگر خواص معجزه آسای این دستگاه، تحریک و گرم کردن عضلات بدن، تسکین دردهای مفصلی و ماهیچه‌ای دست، پا، کمر و گردن، درمان واریز، از بین بردن گرفتگی ماهیچه‌ای، کاهش وزن، رفع خستگی روزانه، درمان دیسک کمر و تقویت سیستم ایمنی بدن می باشد. جهت سفارش کالا با شماره های ما تماس حاصل فرمایید. دستگاه فیزیوتراپ خانگی پاور تاپ. یک انتخاب صحیح مناسب با سلیقه شما. کابینت آشپزخانه و حمام در ایتالیان و کابینرن استون آمیخته ای از صنعت و هنر است. 25,000 اسکورفید کارگاه از مدرن تا کلاسیک، همراه با 42 سال تجربه روبیک شاه مرادیان در طراحی، ساخت، برش سنگ مرمر و گرانیت و نصب. تنوع رنگ های چوب و طرح‌های ما اعجاب انگیز است. ایتالیان و کابینرن استون در 3104 ونوون استریت در شهر بربنک. تلفن 818-808-7717. فردا خیلی دیر است. زمان به سرعت می‌گذرد و ما قادر به توقف آن نیستیم. باید تصمیم گرفت. قبل از اینکه دیر شود دیروز خود را به فردا بسپارید. نوارها و فیلم‌های قدیمی شما بر اثر گذشت زمان به دست نابودی سپرده خواهد شد. هر چه زودتر خاطرات خود را به نما استودیو بسپارید تا بر روی DVD انتقال داده شود و برای سالیان سال باقی بماند. 818-705-2011. نما استودیو، کلینیکی برای نوارهای صدا و تصویری.
خراب.